21 مارت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مراسم افتتاح نمایشگاه تاریخ رشد تاجیکستان که در حاشیه کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2023 در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شد اشتراک و سخنرانی نمودند. در مراسم افتتاح نمایشگاه راهبر دستگاه دبیر کل سازمان ملل متحد ارل کارتنی راتری و سفیران کشورها نمایندگان رسمی دیگر دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد اینچنین دیگر اشتراکچیان کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2023 اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی خود سرور دولت محترم امام علی رحمان نخست همه اشتراکچیان چهارابینی نمایندگان والامقام کشورها و سازمانهای بین المللی را برای تشریفشان به نمایشگاه تاجیکستان خیرمقدم گفته، به نهادهای سازمان ملل متحد برای همکاری در برگزاری این چهارابینی اظهار سپاس نمودند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی اوید به تاریخ قبول گردیدن اعلامیه درباره استقلال دولتی در تاجیکستان و تلاش های مردم تاجیک در دوران صاحب استقلالی جهت رسیدن به صلح و ثبات و رشد استوار اقتصادی اندیشه‌رانی کردند. با قناعتمندی تاکید کرده شد که حالا تاجیکستان با عزم اراده قوی و مقصد و مرام نیک در فضای صلح و ثبات، احترام گوناگون اندیشه سیاسی، رضایت و وحدت ملی در راه رشد و تحکیم پیوسته پایه های دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی خود قدم های استوار می گذارد. هدف از برگزار کردن نمایشگاه معرفی نمونه های فراگیر دوره های مهم تاریخ دولتداری تاجیکان، فرهنگ غنی و قدیمه، طبیعت زیبا و نتکرار دولت، ذخیره های فراوان طبیعی، امکانیت های سیاحی، یادگاری های تاریخی، صنعت و هنرمندی و معماری مردم تمدنساز تاجیک می باشد. ضمن سخنرانی همچنین سرور دولت اوید به همکاری سودمند تاجیکستان با سازمان های بانفوذ منطقوی و بین المللی، پیشنهاد تشبث های سازنده کشور ما اوید به حل مشکلات آب و اقلیم و همکاری جهت مبارزه با تهدید و خطرهای جهان معاصر اندیشه های جالب بیان داشتند. در نمایشگاه همچنین راهبر دستگاه دبیرکل سازمان ملل متحد جناب ار کارتنی راتری سخنرانی نمودند. پس از انجام سخنرانی ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مهمانان از نمایشگاه تاریخ رشد تاجیکستان و گوشه واقعیت مجازی را تماشا نمودند. 21 مارت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره کنفرانس آب سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در مراسم تقدیم تحفه حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد اشتراک نمودند. در مراسم تقدیم تحفه حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به مسئله های استراتژی، سیاسی و نظارت در ساحه اداره کاترین پولارد اشتراک کرد. تأکید گردید که تحفه حکومت جمهوری تاجیکستان انعکاس کننده نقش نظررس و رمز اهمیت صنعت در تحکیم صلح و همدیگر فهمی بین خلق ها می باشد. تاج کنگورادار بازیافت ناتکرار تاریخی بوده به زمان آغاز تشکلیابی خلق تاجیک ابتدای دولتداری کوشانیان راست می آید و با نام اتنیکی تاجیک رابطه بواسطه دارد. ریشه و اصل کلمه تاجیک از واژه تاج و معنایش تاجدار یعنی دولتدار می باشد. این نگاره همچنین تاریخ قدیم و میراث غنی داشتن خلق تاجیک را که از زمانهای قدیم در روحیه صلح و ثبات و به طور آسایشته با تمدن و ملت‌های دیگر در روحیه صلح و ثبات همزیستی داشته است معرفی میکند. سرور دولت محترم امام علی رحمان هنگام صحبت تاکید کردند که این هدیه همچنین سعی و تلاش همه‌جانبه و دستگیری مردم تاجیک را از هدفها و ارزش‌های سازمان ملل متحد در سمت تحکیم مناسبت‌های دوستانه بین کشورها در زمینه احترام اصول برابری و خودمعین کنی خلق‌ها توسط تاریخ، صنعت و مدنیت بازگویی می نماید. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان اظهار امید کردند که دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد و مهمانان این نهاد با نفوذ بین المللی
бо дидани нигора аз фарҳангу таърихи бостонии мардуми мо тоҷикон ёдовар хоҳанд шуд. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо дабири кули созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш мулоқот намуданд. Дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории тоҷикистону созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он, инчунин рӯзномаи конфронси об мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат таъкид доштанд, ки аз узвияти ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид беш аз 30 сол сипарӣ шуд ва мо ба таҳкими муносибатҳо бо он пайваста аҳамияти хоса медиҳем. Таъкид гардид, ки тоҷикистон омода аст дар якҷоягӣ бо созмони милали муттаҳид ва давлатҳои аъзои он ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, рафъи хатару таҳдидҳои муосир ва таъмини арзишҳои волои инсоният саъю талошҳои муштарак ба харҷ диҳад. ҳамкорӣ дар самти об, тағйирёбии иқлим ва таъсири оқибатҳои он ба захираҳои об, пешгирии офатҳои табиӣ, рушди иқтидорҳои тавлиди нерӯи сабз, қабули қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз рӯи ташаббуси панҷуми тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯъҳои асосии мулоқот буданд. Зимни суҳбат масъалаҳои барқароркунӣ баъд аз пандемия, буҳронҳои иқтисодиву молиявӣ ва хатару таҳдидҳои терроризму экстремизм муҳокима гардид. Вобаста ба вазъи сиёсӣ дар Афғонистон таъкид гардид, ки тоҷикистон аз раванди интиқоли кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми кишвари ҳамсоя ҷонибдорӣ менамояд ва ба ин мақсад кишвари мо тамоми имконоти логистикии худро вогузор намудааст. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар доираи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 дар чорабинии об ва Наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар иштирок карданд. Ба муносибати баргузории конференсияи таърихии созмони милали муттаҳид об 2023 дар даромадгоҳи бинои асосии қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк намоишгоҳи муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд ташкил карда шуд. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр ба макони баргузории намоишгоҳи марбут ба об ташриф оварда, онро расман ифтитиҳ намуданд. Намоишгоҳ ба таври рамзӣ ҳамчун гузаргоҳ нақби пӯшида ташкил гардида, ба пуррагӣ мавзӯи об ва ободиро таҷассуме намуд. Бо даъвати шаҳрванди Австралия хонум Мина Гули, ки чанде пеш ба ифтихори ташаббуси чорумии ҷаҳонии тоҷикистон дар солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар як қатор давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистон дави байналмилалӣ анҷом дода буд, сарони давлатҳои тоҷикистон ва Нидерланд дарҳои рамзии намоишгоҳро расман боз намуда вориди он шуданд. дар намоишгоҳ доир ба аксу ангораҳои ифодагари муҳимияти об дар таъмини рушди устувор ва ҳаёт дар сайёра ба сарони давлатҳо маълумоти муфассал дода шуд. баъди берун шудан аз нақб намоишгоҳи рамзии об, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр, муовини дабири кули созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷунҳуа ва хонум Мина Гули акси хотиравӣ гирифтанд. пас аз тамошои намоишгоҳи муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр дар ҳошияи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 ва чорабинии об ва Наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии тоҷикистон боздид ба амал оварданд.
سرون دولت ها در نمایشگاه با محصول دست هنرمندان خوشزوق و خوشسلیقه تاجیک از جمله نمایش سر و لباس ملی، هنر کندکاری در چوب، آهنگری، نانهای خوشتم، صنعت رسامی، اسباب های موسیقی، رسم و مصوره ها از موضع های زیبا و نتکرار کشور و محصولات از سنگ های قیمتبه های وطن آماده گردیده شنا شدند. باید گفت در سالهای استقلال دولتی در کشور به مسئله رشد ساحه های اجتماعی اقتصادی و احیای هنرهای قدیمه مردمی تدبیرهای مهم عملی گردیدند. همه اشیاهای در نمایشگاه گذاشته شده بازگوی فرهنگ و تمدن غنی بوده، از هنرمندی، بنیادکاری و آبادگری و مهنت دوستی مردم تاجیک شهادت می‌دهد. هنرمندان استاهای چیره‌دست با استحصال محصولات گوناگون کسب پر افتخار و انعنه نیک نیاگانمان را ادامه داده، برای احیا و رشد هنرهای مردمی و معرفی آن در عرصه جهان خدمت شایسته می نمایند. پادشاه نیدرلند ویلیام الکساندر و دیگر اشتراکچیان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 از تماشای نمایشگاه هنرهای مردمی تاجیکستان تأثیرات نیک برداشتند. پس از انجام نمایشگاه هنرهای مردمی در دایره چورابینی آب و نوروز دو سرچشمه حیات بشر، برنامه هنری ایدانه نوروزی استادان صنعت و هنرمندان تاجیک برگزار گردید که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پادشاه نیدرلند محترم ویلیام الکساندر و دیگر اشتراکچیان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 اشتراک نمودند. پیش از آغاز چارابینی فرهنگی، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در نزد حاضرین با نطق پرمحتوا برآمد کردند. اعلیحضرت ویلیام الکساندر شاه نیدرلند، خانم ها و جنابان، حاضرین گرامی، در روزهای تجلیل نوروز میخواستم همه شما را به مناسبت جشن زیبای بهار نوروز بین المللی تبریک نمایم. این جشن باستانی به شرافت شامل گردیدن برای خط میراث غیر مادی فرهنگی یونسکو از سال 2010 بر اساس قرار مجموعه عمومی سازمان ملل متحد همچون روز بین المللی نوروز تجلیل می گردد. نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های مردمی بوده، تاریخی بیش از 6000 ساله دارد. تجلیل این جشن از زمان‌های قدیمترین تا به امروز جزی ترکیبی هستی و هویت تاجیکان و دیگر مردمان حوزه آن به حساب می رود. نوروز ایام توازن روز و شب بوده، برابر احیای کلی طبیعت به انسان روح روانی تازه می باشد، او را به روز نیک و روزگار آباد و پیشرفت سازندگی هدایت می کند. بنابر تعلیمات اوستا در ایام نوروز، احیای حیات و طبیعت در 6 عنصر یعنی آسمان، زمین، آب، نباتات، حیوانات و انسان ظاهر می‌گردد. از جمله آنها خصوصا آب، منبع برقراری حیات و ادامه آن، رمز پاکیزگی و آبادی، فیض و برکت و سعادت و نشاط می‌باشد. از این سبب آدمان در زمانهای قدیم در عرفه روزهای نوروز جوی شهرها را تازه می کردند، آبها را می پاریدند و در ظرفهای عظیم آبی آشامیدنی ذخیره نموده، مطابق به ذخیره آب نقشه های کشاورزی و دیگر کارهای خواجگی داری را تعریزی می نمودند. بسا رمزیز است که از سال 1993 به این شو در روز دویم نوروز یعنی 22 مارس جامعه بین المللی روز جهانی آب را تجلیل می نماید. در این روز سازمان ملل متحد توجه ساکنان سیاره را به یکی از مشکلات اساسی و گلوبالی زمان ما نارسایی آبی آشامیدنی جلب می سازد. در ضمن از جامعه جهانی جهت اندیشیدن تدبیرهای مؤثر برای تامین نمودن اهالی با آب و بهداشت جامعه دعوت صورت می گیرد. قابل تاکید است که این مشکلات امروز به یکی از مسائل مبرم روزنامه جهانی رشد
تبدیل یافته است. مارس با در نظر داشت این حالت در صنعت های سطح جهانی که سال های آخر قبول گردیدن مجموعی مسائل مربوط به آب جایگاه خاصه دارد. نارسایی آب برای رشد کشورها و خلقها در تمام ساحه از جمله حفظ سلامتی، امنیت آزقواری، برابری جندری، مهیا ساختن جایهای کاری و تأمین شغل اهالی، معارف، صناعت، اقدامهای صلح آفری و امثال اینها مشکل ایجاد می نماید. ما قرارهای سازمان ملل متحد را در زمینه پیشنهاد و ابتکارات تاجیکستان آید به اعلان کردن سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه، 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2005 و 2015 ده ساله بین المللی عمل آب برای حیات و 2018 و 2028 آب برای رشد استوار در روند حل این مشکلات بسیار مهم می دانیم. حاضرین گرامی، اطمینان دارم که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در زمینه انانه های سازنده و ارزش های بی‌زوال نوروز با نیروی تازه و نقشه های سازنده در راه تطبیق ده ساله آب برای رشد استوار و دیگر هدف های گلوبالی وابسته به آب سعی و کوشش به خرج داده، همکاری را به خاطر استفاده عاقلانه ذخیره های آب، دیگر ثروت های طبیعی و حفظ محیط زیست گسترش خواهند بخشید. نوروز مبارک. از توجهتان سپاسگزار هستم. پس از انجام سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در چهارمینی آب و نوروز دو سرچشمه حیات بشر، برنامه کنسرتی ایدانه نوروزی استادان صنعت و هنرمندان تاجیک برگزار گردید که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پادشاه نیدرلند محترم ویلیم الکساندر، یک قطار سفیران کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و دیگر اشتراکچان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 اشتراک کردند. بیست و یکم مارت از سازگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در حاشیه کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا با پادشاه نیدرلند ویلیم الکساندر ملاقات کردند. در رفت و آخری دورنمای همکاری تاجیکستان و نیدرلند و مسئله های کنفرانس آبی سازمان ملل متحد اوید به شرح میانه مهلت تطبیق ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که با همرئیسی دو کشور دایر می‌گردد بررسی شد. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از امکان دیدار و ملاقات در روزهای آغاز جشن بین المللی نوروز و از شریکی دو کشور در کنفرانس آب سازمان ملل متحد اظهار قناعتمندی نمودند. جانب ها ضمن ملاقات آید به موقع کشورها در حل مشکلات گلوبالی آب، گرمشوی اقلیم، آبشوی پریاخا و پیشگیری و برطرف سازی آفات طبیعی مربوط به آب تبادل اندیشه کردند. تاکید گردید که تشبث‌های گلوبالی تاجیکستان آید به آب، اقلیم و آبشوی پریاخا محض به خاطر جلب توجه جامعه جهانی به تهدید افزاینده راه اندازی گردید که از جانب دولت‌های سیاره من جمله کشور نیدرلند دستگیر یافتند. در رفت ملاقات نتیجه‌های همکاری دو کشور دوام 30 سال استقرار رابطه‌های دیپلماتیک تاجیکستان و نیدرلند در ساحه سیاسی، رابطه‌های بین پارلمانی، بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صناعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی، سرمایه‌گذاری، مالیوی و تجارتی، گومانیتری و فرهنگی، معارف و سیاحی محاکمه کرده شد. همکاری در ساحه نقلیات، رشد ساحه‌های انرژی سبز، کارکرد ذخیره های طبیعی، تشکیل خطسیر های مستقیم، تأسیس کمیسیه مشترک بین حکومتی آید به همکاری های اقتصادی و تجارتی و علمی و تکنیکی از سمت های آینده‌دار و افضلیت‌ناک همکاری دو کشور ارزیابی گردید. در آخر ملاقات سرور دولت محترم امام علی رحمان از پادشاه نیدرلند ویلیم الکساندر
جهتی انجام دادن سفر رسمی به تاجیکستان دعوت به عمل آوردند. بعد انجام ملاقات در حضور سران دولت ها یادداشت تفاهم همکاری بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند به امضا رسید. با یادداشت تفاهم وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزیر انفراساختار و آب پادشاهی نیدرلند امضا گذاشتند.